بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. اون چه که در این جمع میتوان ارائه کرد بازخوانی مفهوم ولایت است. گاهی برای اینکه دست دیگران به مقام شامخ ولایت برسد، چون توان اون را ندارند که خود بالا بیاین، دامنه ولایت را پایین میکشن. شبهه انکار عصمت از یک سو، شبهه انکار طهارت از سوی دیگر، شبهه عدم ادعای عصمت از سوی سوم، شبهه عدم ادعای طهارت از سوی چهارم، کم و بیش زمزمه اش شنیده می شود. گاهی گفته می شود که این خاندان مدعی عصمت نبودن، نه داعیه عصمت داشتن و نه مسئله عصمت در اون روزها مسئله روشنی بود. بسیاری از مسائل حول ولایت در عصر کهن نظری بود و همکنون ضروری شد. این چنین نیست که ضروری بودن عصمت ذاتی ولایت و عصمت باشد. گاهی ضروری است، گاهی نظری. برای برخی ضروری است، برای برخی نظری. و اگر کسی نپذیرفت مطلب نظری را نپذیرفت و نه ضروری را، اینها فرا بشر نیستن، بشری هن، بالاتر از انسان نیستن، گرچه انسان والایی هن و شبهاتی از این قبیل. و علم اونها لدنی باشد، این چنین نیست. روی الهام الهی باشد، این چنین نیست. اونها هم همانند عالمان دیگر در سایه درس و بحث به این مقام رسیدند، لکن چون علم اونها بیش از علم دیگران است و تقوای اونها بیش از تقوای دیگران است، عدل اونها بیش از عدل دیگران است، لذا مطاعن بر دیگران اطاعت اونها لازم است. دیگران امتن و اونها امام و شبهاتی از این دست. اون چه میتواند گوشه ای از بحث های ولایت را ارائه کند که هم اون مرجع رحیل تعریفی ببندد و هم همه ما متنعم بشویم، این است. سخنی را مرحوم بوعلی دارد، میگوید علوم، مخصوصا علوم عقلی، در اوائل امر نپختن، در طول
تجارب فراوان و سعی و کوشش زیاد نپخته ها خامه ها پخته می شوند، نظری ها ضروری می شوند، پیچیده ها سهل می شوند، دورها نزدیک می شوند و مانند آن. اگر مرحوم مامغانی و دیگر رجالی های محترم ما از نظری بودن عصمت در صدر اسلام سخن می گفتن حق است، چون عصمت، ملکه عصمت، درجات عصمت، شعور متفاوت عصمت یه امر بدیهی و روشن نیست. در طی سالیان متمادی متکلمان اسلامی کوشش کردند این مطلب را شفاف و روشن کردند. دیگر جا برای انکار و شبهه و مانند آن نیست. برای روشن شدن این مطلب از این حدیث معروف ثقلین و ثقلین میتوان کمک گرفت. علمای شیعه و سنی از وجود مبارک پیامبر اعظم علیه و علی آله آلاف و تهیت و الکرم نقل کردن که انی تارکن فیکم الثقلین و الثقلین کتاب الله و اترتی، من این دو وزنه وزین را به عنوان میراث رسالت در بین شما گذاشتم و شما اوصیای منید در فهم این دو وزنه، ضبط این دو، حفظ این دو، اقتدای به این دو، عمل به این دو، تبیین اینها، حمایت از اینها و دفاع از اینها. این مطلب اول. بعد در خلال همین این حدیث فرمود هرگز اینها از هم جدا نمی شوند. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اگر حقیقتی در قرآن باشد که عترت طاهرین علیه السلام ندانند، اول افتراق است. و اگر معارفی در عترت طاهرین باشد و در قرآن نباشد، اول افتراق است. قرآن اگر بخواهد به صورت انسان ممثل بشود، می شود علی و اولاد علی. این ذوات قدسی اگر بخواهند به صورت یک کتاب ممثل بشوند، می شوند قرآن حکیم و کریم. پس هیچ جدایی بین قرآن و عترت نیست. خدای سبحان قرآن را به هر وصفی که ستود، همون وصف در باره عترت طاهرین هست. فرمود قرآن کتابی است که مانند ندارد، احدی توان آوردن مثل او را ندارد، بطلان پذیر نیست، نسخ پذیر نیست، همه حقایق و معارف و محکام حقوقی و فقهی را به طور متن در خود دارد الی یوم القیامه و هیچ احدی نتوان هماوردی با او را دارد، نتوان ابطال او را. انسانی میتواند همتای قرآن باشد که اگر جن و انس جمع بشوند، نه مثل او خواهند بود، نه مثل او خواهند آورد. اگر کسی سخنی بگوید همتای قرآن، این ابطال معجزه قرآن است. یک، اگر متکلمی بپروراند نه کلام، اگر انسانی را تربیت کند ولو حرف نزند، این انسان اون چرا قرآن دارد او داشته باشد برای همیشه الی یوم القیامه، این آغاز نسخ قرآن است. چرا؟
زیرا ذات اقدس اله فرمود این کتاب همانند ندارد. فأتوا بسورة من مثله. اگر جن و انس جمع بشوند به تعبیر آیه سوره اسراء، تمام انسان‌ها و جن‌ها جمع بشوند بخواهند مثل این کتاب یا سوره همانند این کتاب بیاورند، نمیتوانند. اگر جن و انس جمع بشوند، مجامع علمی داشته باشند، حوزه ها و دانشگاه داشته باشند، مراکز فکری و فرهنگی تأسیس کنند، بخواهند یک انسانی بپرورانند که هر چه قرآن دارد او داشته باشد، این بهترین دلیل زوال قرآن کریم است معاذ الله. اگر انسانی با رفتن به مکتبی بتواند با قرآن همتا باشد، معلوم می شود کار غیر خدا هم هست. اگر غیر خدا جمع بشوند یک عالمی را بپرورانند که از قرآن هیچی کم نداشته باشد، معلوم می شود قرآن معاذ الله کتاب عادی است، محصول کار بشر است، نه کار غیبی. این هم یک مطلب. اگر ما بگوییم معاذ الله این 14 نفر اهل بیت عصمت و طهارت، اینها نگاران به مکتب رفتن، با علمای دیگر در علم حصولی و تحصیل و درس و بحث یکسانن، منتها اعلم از اونها هستن، معنایش این است که انسان عادی میتواند زحمت بکشد و همتای قرآن کریم بشود، در حالی که حدیث ثقلین میگوید اهل بیت همانند قرآنند یک، خدا میگوید همه جن و انس جمع بشوند نمیتوانند مثل قرآن باشند یا بیاورند، دو، جمع این صغرا و کبرا این است که سراسر جهان از جن و انس جمع بشوند بخواهند سخنی بگویند یا سخنوری را بپرورانند که همتای قرآن کریم باشد، محال است. اونگاه چگونه می شود گفت که اینها معصوم نیستن معاذ الله؟ علم لدنی و غیبی ندارن معاذ الله. علمشون همانند علوم عالمان دیگر محصول حوزه و دانشگاه است، منتها اعلم از دیگرانه. این چنین نیست. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله در باره قرآن کریم این معارف را به ما فهمون که هم کلی است هم همیشگی. دوام و کلیت یکی مال افراد است، یکی مال ازمان. الی یوم القیامه این دو شاخصه را قرآن داراست. روایات فراوانی که در حد تواتر است، فریقین از وجود مبارک پیامبر اعظم علیه و علی آله آلاف و تحیت و الکرم نقل کردن، این دو ویژگی را برای اهل بیت عصمت و طهارت قائل شدن. اگر معاذ الله کسی بگوید اینها معصوم نیستن، معنایش این است که گاهی با حقن گاهی نیستن، گاهی حق با اونهاست گاهی نیست. زیرا انسان غیر معصوم خب در معرض اشتباه است، قد یصیب و قد یخطی، گاهی سهو و نسیان دارد گاهی ندارد، گاهی اصابه دارد گاهی خطا. خب اگر انسانی این چنین بود، یدور و مع الحق حیث ما دار نیست، الحق و یدور و معه حیث ما دار نیست،
بل قد یدور قد لا یدور، در حالی که فریقین از وجود مبارک پیامبر اعظم علیه و علی آله آلاف و تحیت و کرم نقل کردن که علیون مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. خوب عنایت کنید تا روشن شود این یدورو ضمیرش به حق برمیگردد، نه علی. علی با حق است، حق با علی است. آیا حق علی محور است یا علی حق مدار؟ این تعبیر درباره عمار یاسر هم آمده است که عمار یاسر مع الحق یدور و معه حیث ما دار. درباره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم آمده است. تفاوت علی و عمار تفاوت عرش و فرش است. در جریان عمار ضمیر یدورو به عمار برمیگردد. عمار تابع حق است و حق علی ابن ابی طالب است. هر جا علی و اولاد علی علیهم السلام باشند عمار حاضر است. اما در اون حدیثی که مربوط به وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه است، ضمیر به حق برمیگردد. حق در مقام کشف و اثبات یدور و مدار علی حیث و مدار. ما در مقام امکان اگر بخواهیم یه مطلبی را بفهمیم حق است یا باطل از کجا میفهمیم؟ یه مطلبی حسن است یا قبیح از کجا میفهمیم؟ یه کاری خیر است یا شر از کجا میفهمیم؟ یک نظری مصیب است یا مخطی از کجا میفهمیم؟ صدق و کذب و حق و باطل و خیر و شر و حسن و قبح را ما از کی میفهمیم؟ آیا یک کار مدونی، یک قانون مدونی در خارج هست که اهل بیت از او استفاده کنن؟ یا پیوند مستقیم دلهای این ذوات قدسی با ذات اقدس اله که ان قلوبنا اوئیت و ارادت الله، اون منشأ نزول حق است؟ حق را ذات اقدس اله به خلیفه خود می دهد، دیگران از خلیفت الله حق را می گیرند. بارها به عرضتون رسید که اگر ذات اقدس اله سند کرامت انسان را با آیه لقد کرمنا بنی آدم امضا کرد، این تلیعه راه است. چرا انسان کریم است؟ برای اینکه خدا فرمود لقد کرمنا بنی آدم. باز میپرسیم چرا خدا فرمود انسان کریم است؟ جواب این است چون خلیفت الکریم است. اینی جائل الفل عرض خلیفه است. خب خلیفه خدا، قائم مقام او، جانشین او، جانشین کریم، کریم است. این دو. اگر کسی کرامتش را از خلافت داشت باید حرف مستخلف و عنه را بزند، نه حرف خود را. اگر کسی نان خلافت را خورد حرف خود را نزند. در اون خطبه نورانی قدیر و مانند آن وجود مبارک پیامبر اعظم علیه و علی آله آلاف و تحیت و الکرم فرمون علیون مع الحق و الحق مع علی، اللهم ادر الحق مدار علی حیث ما دار. این همون طوری که قرآن یفسر بعضه بعضا، احادیث هم یفسر بعضه بعضا. وجود مبارک اون حضرت به خدای سبحان عرض کرد پروردگارا حق را علی محور کن. جامعه اگر بخواهد بفهمد حق چیست باید ببیند علی چه گرد و چه گفت.
امت اسلامی اگر بخواهد بفهمد حق کدام است، باید ببیند علی به کدام سمت مائل است. در قرآن کریم دو حق است. یک حق است که مقابل ندارد و مقابل او عدم است، نه باطل. و اگر احیانا باطل را در مقابل این حق قرار دادن، باطل به معنای عدم است. این در دو جای قرآن است که میگوییم خدا حق است. و آنکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. ذات اقدس اله مقابل ندارد، نه مقابل دارد، ولی اون مقابل باطل است. این کان الله ولم یکن معه شیء فی الازل والابد والان کما کان. این حق به معنای هویت مطلق الهی است که مقابل ندارد. حق دیگر که در قرآن کریم است، اون حق به معنای فعل خداست، قانون خداست، حکم خداست، دین خداست، شریعت خداست، که در سوره آل عمران و دیگر سور فرمود ذالک الحق من ربک. این حق از خداست، فعل خداست، کار خداست. علی با این حق است، نه با حق اول. اون حق اول احدی همتای او نیست. دیدید این شتران تشنه چگونه دوان دوان به سراغ چشمه می روند؟ شما تشنه معرفت باشید، دوان دوان نهج البلاغ را باز کنید، دوان دوان اصول کافی را باز کنید، صحیفه سجادی را باز کنید و ردوهم، ردوهم یعنی وارد بشید، ردوهم ورود الهیم که جمع احیم است، العطاش. خب فرمود تشنه علمی، علی اولاد علی، تشنه عدلی، علی اولاد علی. بدان این بازی ها یکی نغز بازی کند روزگار، که بنشاندت نزد آموزگار. همیشه بازی به سود انسان نیست، گاهی فراز است، گاهی به تعبیر لطیف شیخ فرید الدین عطار فرود. این فراز و فرود از لطائف تعبیر شیخ فرید الدین عطار است. گاهی فراز است تا چشم زدی میشه فرود، گاهی فرود است تا چشم برهم زدی میشه فراز. فرمود در این فراز و فرود اصلت رو دریاب و ردوهم ورود هیمل اتاش. در بخش فتنه و جنگ و باندبازی و امثال ذالک فرمود اینا سفینه نجات هم. سفینه نجات بودن اختصاصی به حسین ابن علی ندارد، گرچه کربلا ممتاز است. فرمود هم سفن نجات هم. اون درودی که در روزهای پربرکت ما شعبان خونده می شود، اینا سفن نجات شدن، اینا سفینه نجاتن، کشتی نجاتن. فرمود شق و امواج الفتن به سفن نجات. شما تو مراسم شرکت می کنید، تو فتنه ها هم حضور دارید، ولی راه نجات باید داشته باشید. خوندن نام اینها، آشنایی با معارف اینها، ارزیابی سیره به سنت اینها، رفتار کریمانی اینها، که نه انسان کسی را فریب بدهد، نه فریب کسی را بخورد، نه بیراهه برود، نه راه کسی را ببندد، اینا با آدم نشون میدن. فرمودن شما نگاه نکنید که فقط موسای کلیم سلام الله علیه بود و همراهانش که دریا را شکافتند و رفتند. شما هم دریاهای فتنه در پیش دارید. این دریای فتنه را با ولایت علی اولاد علی علیهم السلام و علیهم السلام بشکافید. طرزی از دریای فتنه بگذرید که پایتون تر نشود.
اون طوری که کلمیات گذاشتن، پای کسی تر نشود. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، خوش آبهای رفته رفت، آبهای نیامده نیامدن، این دریا صدر و ساقش خوش، پای کسی تر نشود. انتخابات در پیش داریم، چه شوراها چه خبرگان، مسائل سیاسی هر روز در پیش داریم. ممکن است کشی پیرو امام باشد، راه سید حسن مدرس رضوان الله تعالی علیه ما را طی کند، تو مسند انقلاب باشد، اما پایش به فتنه تر نشود، نه بد کسی را بخواهد نه بدی بگوید، عاقلانه وارد شود، عاقلانه ختم شود. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، یک نمی از دریا به پای کلیمیان نرسید. وجود مبارک امیر سلام الله علیه هم فرمود شما همین راه را طی کنید، از فتنه بگذرید بدون اینکه دامنتون تر بشود. فتنه یعنی آزمون، ما هر لحظه در آزمونیم، اما مستحضری آزمون ها متعدد و متفاوت است. ذات اقدس اله فرمود همیشه اینها در آزمونن، ولی سالی یکی دو بار آزمون مهم. فرمود اولا یعلمون انهم یفتنون فی کل عامر مرتن و مرتین، با اینکه هر لحظه در آزمونیم، فرمود سالی یکی دو بار امتحان میشوید. این همون شبیه بر انتخابات ماست، تو عصر ما بر انتخابات تعبیر میشود. حوادث مهم، رخداد مهم در صدر اسلام، غزوه و سریه و جنگ بود، برای ما این گونه از مسائل عامه مملکتی است. با نیت خوب استقبال میکنیم و شرکت میکنیم، به کسی بد نمیگوییم، بد کسی را هم نمیخواهیم، قداست نظام، سلامت نظام را میطلبیم. اینا برکات هفته کرامت و بسیج است. فرمود مگر نمیدانند سالی یک یا دو بار ما اینها را امتحان میکنیم، با اینکه برابر آیه سوره فجر ما الانم که اینجا سالم نشستیم در کلاس امتحانیم. فرمود اما الانسان اذا ما ابتلاه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنه و اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. الان که ما اینجا نشستیم در کلاس سلامت مبتلا به سلامتیم، اونا که در تخت بیمارستانن در کلاس مرض مبتلا به مرضن، مبتلا یعنی ممتحن. فرمود ما اگر انسان را به سلامت ابتلا کنیم، اون مبتلای به سلامت باشد، خیال میکند ما رو گرامی داشتیم. اگر مبتلا به مرض باشد، خیال میکند ما اهانتش کردیم. هر دو ابتلاست، همون فراز همین فرو. بنابراین بخش اول عرضم، چون در خودم احساس خستگی میکنم، بیش از این تصدیعتون ندهم، از همه شما سپاسگزارم، از تولیت آستانه پربرکت کریمه اهل بیت که مفاخر فراوانی را نصیب قم خصوصا و ایران اسلامی عموماً کرده اند، از همه و مهمانان عزیز، علما، فضلا، حوزویان، بسیجیان، خدمتگزاران، برگزار کنندگان این مراسم حق شناسی میکنیم. مرزای مسلمین بالاخص منظورین همه را در سایه لطف امام زمان درمان بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه لطف امام زمان تأمین بفرما. خطر استکبار و صهیونیسم را به خود اونها برگردان. بیاناتی که قبلا فرموده‌اند به احسن وجه مورد قبول خود قرار بده. سخنان و بیاناتی که بعدا می‌فرمایند مورد عنایت خاص خودت قرار بده. بین ما و قرآن و اطرت
در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.